خب ویدئوی شماره 3 راجب آلمانی ها اینجوری میگن 3 راجب بدی های و سختی ها و سختی های آلمان. سختی های آلمان برای ما ایرانی ها به نظرم بزرگترین سختیش اینه که از خانواده و دوستات دوری. از همینجا سلام میکنم از این تریبون استفاده خیلی سخته دوری از خانواده و دوستان و اصلا این موضوع حل میشه و هرچند میذاره وجود داره شکم منی بابا چی؟ چه پروتون؟ بذار اون بر چیه این؟ دیگه آره دوری از دوستان خانواده سخته خیلی سخته و اصلا هم حل میشه و هم یه جوریه که بعد همش باش کنار بیای. آره کلا راه حلی نداره چه یه سال اینجا زندگی کنی البته یه سال رو برمیگردی ولی اینجا زندگی کنی هزار سال هم زندگی کنی با این قضیه نمیتونی کنار بیای. من که خیلی سیب زمینی و بیرک و پخمه باشی اونجوری میتونی کنار بیای. آره دیگه خب بعدی تو از خانواده دوری از دوستات دوری اینا هم که اینجا هم میخوای باشن دوست بشی کلن توی باغ دیگه ای. آره علاوه فرهنگ خیلی متفاوته. خیلی متفاوتن جوری این... که بزرگ شدن خیلی متفاوته با اونجوری که ما بزرگ شدیم قابل قیاس نیست. شرایط زندگیشون با ما خیلی فرق داشته. اینا اصلا خانواده اصلا تو اینا اصلا معنی نداره اصلا کلا مثلا خانواده جمع کل خانوادهشون به زور به 3 نفر برسه داره معنیش فرق میکنه نه اینکه نداره پدر مادر اصلا ارتباط اونجوری با هم ندارن اصلا بابای تا حالا بچه‌شو ماچ نکرده. البته اینا که میگم استثنا وجود داره ولی اکثریت غالب فرهنگ اینجا اینجوریه اصلا یارو آخه اینجا که بری اصلا مونتی کونتیه همه کشور نه ولی راجب آلمانی حرف میزنیم دیگه. مثلا مامان بزرگه برای تولد بچهش میاد یه قهوه میخوره میره و سلام مثلا مبارک خوشگله آره بعد میره چند کیلوه؟ آره سوالشون اینه وزنش چقدر قدش چنده؟ خیلی جالبه که همش میپرسن چند کیلوه. آره به خاطر این کلن خیلی چیزها رو نمیفهمن مثلا ارتباط های گرم و عمیق و صمیمی اینا اصلا با باباش یارو نداشته بیاد مثلا با من رفیق باب به من بشه. آره به خاطر این خیلی این مسئله اینجا واقعا. البته خب ما از اونجایی که دوستا خیلی خوبی داشتیم ایران و داریم همچنان و اگر باتون ادامه ندادم اینجا باید این آدم ها عوضی هستین اومدم اینجا روزونه دیدم کسا باید این نامد ولی با اونایی که در ارتباط هم اینقدر خوبن اینقدر خوبن که واقعا جایگزین براشون نیست و دیگه تو سنی هم نیستیم نه اینجا هیچ جا هیچ جا رو دست رفیقانی نمیاد. آره دیگه اینم همین که گفتم اینو میتونی تو بخش کار بگیم باشه. مالیات و بیمه و اینا رو تو بخش کار یه قسمت فقط راجع به کار میسازم که خلاصه تر شه. این هم همین رو تو اون قسمت میگیم بوروکراسی که دهن آدم را مورد عنایت قرار میدن با بوروکراسی. مسئله بعدی زبانه. آره زبان آلمان خیلی سخته زبان آلمانی و اصلا یه جاهش که مثلا دیگه داره پیش میره که مثلا احساس میکنی که اصلا همچین چیزی مخصوصا گراماتیکش احساس میکنی یه چیز تخیلیه که تو بخوای کاملا رعایت بکنی گراماتیکو و خیلی درست صحبت کنی. برای من یعنی اینجوری بود که به جایش که میرسیدم اصلا دیگه احساس میکردم امکان نداره همچین گراماتیکی رو رعایت کنم تو زبانم به صورت کاملا درست بخوام بیان کنم و سیستم آموزشیش هم کلا با ایران متفاوته. بازم همه چیز به عهده خودته و اینکه معلوم نیست چی قراره ازت امتحان بگیرن. تو کل ترم یک عالمه برگه هر دفعه بهت میدم. مثلا تو هر دفعه یک کتاب که داری از اون کتاب هم هی باد کار میکنن و هی میخونن توی کلاس از روش و اینا
ولی مرتب مثلا میبینی هر دفعه با 10 تا برگه 15 تا برگه میای خونه، روانه خانه میشه و ترم که تموم میشه تو این همه برگه داری و یه کتاب داری که بعد از توی اینا یه چیزایش میاد واسه امتحان، ولی باز همش از توی اینا نمیاد و یه دانش کلی هم معلوم نیست از کجا بعد تو داشته باشی و اصلا معلوم اصلا کجا اون وقتو بیاری که بخوای اصلا اون دانش کلیه رو بری بخونی. میدونی باید بری خب کتابخونه است، کتابای متفاوت بخونی. مثلا همون سیستم تحصیلی اینجا که گفتم، کلا سیستم آموزشی اینجا اینجوریه، یعنی به تو کمکی نمیشه که بخواد تو رو هل بده جلو باعث پیشرفته چه. اینجا فقط مثلا تو ایران میگفتن دانشجو یعنی بره علم بجو، خب در حد فقط شعار بود، اینجا واقعا باید بری عملی علم بجو خودت داری. اینجا کلا سیستم آموزشی مدرسه هم همینجوری، چیزی یادت نمیدن، بیشتر یه سری سرتیپ بهت میدن و یه عالمه تکلیف که حالا خب من که یاد نیفتم این تکالیف رو از کجا انجام بدم، یا مثلا این امتحانی که قرار پایان ترم من گرفته من اینا اصلا از کجا باید یاد بگیرم. اینا همش به عهده خودته، باید خودت بخونی خودت. و خب با اون چیزی که ما تو ایران لقمه رو قشنگ آماده که چه از آن تزین هم میکردن دیدن میپاچونن روش میذاشتن دهنت، بعضی هم خب قبلش میکوبیدن میذاشتن دهنت که نجوی قشن برد بدی به میپاکی. نه قبول ندارم خیلی از درس ها اینجوریه بابا. نه تو درس خوب داری به سیستم آموزشی. نه اونجا چیز به نظرم مشخصی رو از امتحان میگرفتن، ولی اینجا مشخص نیست چی امتحان میگرفتن. همون دیگه. خب خوبه که تو بدونی از چه قراره. یعنی سیستم آموزشی چون ضعیفه تو ایران، یا اینجا تو سیستم آموزشی قوی میگرخی دیگه، آقا کجا خاک گیر بیارم بزنم سر من اینا رو پاس بارم. چرا باید اسم این قوی باشه؟ من اصلا قبول ندارم. خب تو داری یاد میگیری قوی میشی. چرا؟ نه من وقتی نمیدونم چی رو یاد بگیرم قوی نمیشم. وقتی به یاد داری هزار تا چیز بخونی که یاد بگیری اون خب همون... هزار تا چیز چیه؟ بعد من چه وقت دارم که هزار تا چیز بخونم؟ همینه باید یه خاکی تو سر خود بتونی گیلی بزن اینجا بکشی بیرون. باطن این قویه، باطن این اینجا ضعیفات نمیتونن بیان بالا. کسی که نخونه تا ابد اینجا بی سواد میمونه. مثلا اینجا یکی دیپلم داره انگار مثلا پروفسورا گرفته شبا عبی تو شما چکار کنم ساعت دیپلم بیارم برات یه جوری میگیم مثلا من دیپلم گرفتم بس سخته از بس خودش گرفته و هیچ خدا ما یه آشنایی داریم نوش داره دیپلم میگیره، یعنی قبل دیپلم 95 کیلو البته خوبه برای سلامت دیپلم گرفتن الان شده 60 کیلو پدرش در اومده پاچشو گد رفته همش داره درس میخونه، رشتهش هم حالاته خورد سخته، ولی کلن اینجا سیستم آموزشی خیلی سخته و برای مایی که از اون تنبل خونه شاه عباس اومدیم اینجا خودشو میگه من که اینجورم خیلی سخته اینجا درس خوندن زبان یاد گرفتن کلن. بله برای تو خیلی هم سخت نبود اما سه عکس گرفتی اینجا نشستی. خب من حالا چیکار کنم؟ من بعد بگم یک استعداد که هدیه از یه جن قوی. آره اون دیگه دست من نبود، من شرمنده صورت من شطرنجی کنید الان قرمز شدم واقعا. همین دیگه. ها یه نکته دیگه هم بگم که اینجا خیلی بده، اینه که از بچه تو قنداق تا برن تو تابوت بشه 100 سالشون همه سیگار میکشن، یعنی دیوانه میشی اینقدر بخورت میدن بشینی روزی دو پاکت بینستون بکشی سنگین تری. یعنی تو ایسکا اتوبوس، ایسکا مترو، همه جا همه دارن سیگار میشن، هر کی میشونه و هر کی میشونه برای لحظت بو سیگار میده و این برای کسی که مثلا ما سیگاری نیست خیلی زجرآوره. و برای بچه ها مثلا بچه اینجا بشونم میگی مثلا یه قدم فوقشون چون عباس همه اینجا سیگاری هم چیز عادیه براشون، مثلا ازت میپرسن آتیش داری میگی نه اصلا اینجوری میشن اینگاه مثلا فوشش داری میگی اینگاه یه آتیش نمیخوایم به من بدیم. آره اینقدر خصیصی به خاطر این سیستم دود و دمشون خیلی تو مخ آدمه و واقعا بعضی وقتا اصلا نمیتونی نفس بکشی. همین دیگه. خدافظ. خدافظ.